باغبانگانی دیگر با شما هستیم. در طول یک سال گذشته حجم خبرها و مطالب مرتبط با بحران آب، خشکسالی و تغییر اقلیم در رسانه‌های داخلی و جریان اصلی خارج از کشور افزایش پیدا کرده. یکی از نکات خیلی خوب حضور شهروندان هست در شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام در گروه‌هایی که مرتبط هستند با بحران آب. یکی از این گروه‌ها جنگ آب هست. همچنین صدای پای آب که بسیاری از فعالان چهارمحال و بختیاری و اصفهان و خوزستان در اون فعالانه حضور دارند و نظرات خودشون رو منعکس می‌کنند. گروه‌های دیگری هم در طی چند ماه اخیر شکل گرفتند که کمتر ممکنه شناخته شده باشند، اما کارشناسان درجه یک آب کشور در داخل و خارج دارند در اونجا مطلب می‌گذارند، دارند در اونجا بحث می‌کنند و یکدیگر رو تقویت می‌کنند. از طرف دیگر اگر خبرگزاری‌های داخلی ایران رو بررسی کنید، خواهید دید که خبرهای مرتبط با بحران آب، خشکسالی و مسئله مدیریت منابع افزایش چشمگیری داشته. به سراغ خبرگزاری ایسنا برید، به سراغ خبرگزاری مهر برید، کلمه خشکسالی رو جستجو کنید، کلمه بحران آب رو جستجو کنید، به خبرهای فراوانی برخواهید خورد. این اتفاق نشان دهنده این است که روند کلی اداره این خبرگزاری ها متناسب با شرایط داخلی داره تغییر میکنه. مدیریت رسانه ها در کشور ما در دورهای مختلف متناسب با مسئله منابع طبیعی نبوده، اما امروز یک تکون اینها به خودشون دادند که این مسئله بایستی مد نظرمون قرار بگیره که میشه بیشتر و بیشتر راجع به این مسائل در رسانه ها حرف زد. با این وجود هستند مجموعه هایی که سعی می کنند با کنترل رسانه ها از طریق دادن آگهی و تبلیغات حجم خبرهای مرتبط با آب رو کمتر کنند. وزارت نیرو و سازمان های تابعه تمایل داشتند که با دادن آگهی های میلیونی و حتی چند صد میلیونی میزان خبرهای مرتبط با بحران آب رو در رسانه ها کنترل کنند. این عمل در نهایت با شکست مواجه خواهد شد، چرا که کاهش منابع آب در شهرهای بزرگ و ازدیاد خشکسالی و بحران آب در مناطق داخلی کشور باعث مهاجرت تعداد بسیار زیادی از ایرانیان به شهرهای بزرگ شده که میتونه آثار جبران ناپذیری رو برای جامعه ایران ایجاد بکنه. حاشیه نشینی که ما الان شاهد هستیم باعث نگرانی کسانی شده که مسائل مرتبط با بحران آب و خشکسالی در سوریه را شاهد بودند. بین سالهای 2006 تا 2009 بحران آب و خشکسالی در مناطق شمال شرق سوریه و به عبارتی منطقه بین النهرین این کشور باعث شد که هزاران هزار روستایی و کشاورز و دامدار از این مناطق به شهرهای غربی این کشور مهاجرت کنند. خشکسالی، تغییرات اقلیم از یک طرف و نداشتن برنامه مدون از سوی دولت سوریه از طرف دیگر و همچنین دخالت دولت ترکیه در ساختارهای طبیعی و رودخانه‌های دجله و فرات باعث شد که بسیاری از مردم مناطق شمال شرقی سوریه و همچنین شمال عراق آسیب‌های جدی ببینند. متأسفانه در سال‌های اخیر کشورهای منطقه با اقدام‌های دولت ترکیه مقابله نکردند. به نظر می‌رسد دولت جمهوری اسلامی ایران توان مقابله با سیاست‌های گسترده دولت ترکیه در ارتباط با احداث سدهای بزرگ بر رودخانه‌های دجله و فرات رو نداره. وقتی آب به دجله در مناطق جنوبی عراق نرسه، وقتی آب به مناطق جنوبی عراق از طریق فرات نرسه، بسیاری از تالاب‌ها خشک می‌شوند که عملاً شاهد خشک شدن تالاب هورالهویزه در منطقه عراقی اون هستیم. بخشی از گرد و خاکی که وارد ریه‌های فرزندان استان‌های خوزستان و بوشهر و دیگر نقاط میشه، سرمنشأش همین
تالاب‌های خشک شده هورالهویز است. از طرف دیگر شاهد هستیم که وزارت نفت جمهوری اسلامی نیز داره با دخالت‌هایی که در بخش ایرانی هورالهویز می‌کنه آثار بسیار منفی بر جای می‌گذاره. در طول ماه‌های اخیر یکی از اتفاقای خیلی خوبی که می‌تونیم بگیم افتاده و دولت پیگیرش هست، انسداد چاه‌های غیر مجاز در استان‌های مختلف کشور هست، از جمله در استان همدان. همونطوری که در بخش‌هایی از فیلم مادرکشی هم دیدید، در دشت کبودراهنگ تعداد زیادی چاه غیر مجاز زده شده بود. همچنین وزارت نیرو خودش اومد و یک نیروگاه برق بسیار بزرگ در اونجا ساخت که بخش عمده‌ای از آب اون دشت رو عملاً مکید. متاسفانه راه چاره‌ای برای جبران این خسارت وجود نداره. اما انسداد چاه‌های غیر مجاز کمترین کاری هست که دولت میتونه انجام بده. بایستی البته به شهروندان و روستاییان گوش زد بشه که همین چاه‌های غیر مجاز هستند که آب رو از نسل‌های بعدی دریغ می‌دارند. بایستی سیاستی وضع بشه که هم چاه‌های غیر مجاز و هم موتورپمپ‌های بسیار قوی که بر روی این چاه‌ها زدند جمع‌آوری بشن. فرزندان ایران، نسل‌های بعدی نباید قربانی این چاه‌های عمیق و موتورپمپ‌های قدرتمندی بشن که آب‌های زیرزمینی چند صد و چند هزار ساله رو مکیدند. در خبرها داشتیم که در بخش‌های مختلفی از استان یزد و استان خراسان به فکر احیای شبکه‌های قنات افتادند. اما یک خبر بسیار بد، نشست شدید زمین در دشت ورامین بود. در بسیاری از کتاب‌های مرجع آبشناسی، زمینشناسی یا هیدروجیولوژی از دشت ورامین به عنوان یکی از نمونه‌های بزرگ و مهم قنات و مدیریت منابع آب‌های زیرزمینی یاد میشه. متأسفانه تعطیل شدن مدیریت قنات‌ها و حفر چاه‌های بسیار عمیق و استفاده از موتورپمپ‌های قوی باعث شد که بخش عمده‌ای از آب‌های زیرزمینی این منطقه از بین برن و با از بین رفتن آب‌های زیرزمینی شاهد بروز نشست زمین هستیم. شاید بهترین چاره این باشه که بسیاری از مهندسان عمرانی که فقط علاقه‌مند به سدسازی هستند به مطالعه روند توسعه شبکه‌های قنات بپردازند. ببینند که چگونه ایرانیان توانستند با احداث قنات تمدن ایرانی را در مناطق اطراف گسترش بدهند. در برنامه‌های مختلف آبانگان راجع به مسئله آب مجازی بارها صحبت کردیم. صحبت‌های کارشناسان رو هم حتما شنیده اید. اول که سوال می‌کنیم، گاهی اوقات می‌گیم مثلا در فرض بفرمایید که یک خوشه گندم چقدر آب هست یا آب مجازی. این رو اغلب فکر می‌کنن که مگه اینو بچلونیمش چقدر ازش آب میشه خارج کرد. یعنی اون آب داخل همون محصول رو می‌دونن. غافل از اینکه این محصول تا اومده به اینجا برسه یک سیری رو طی کرده، از اون اول تا الان چقدر آب صرف شده. این نگاه باعث شده که یه مقداری تقریبا مثل نگاه لایف سایکل به یک تولید خواهد بود. هر یه قطره آب چقدر از توش میشه محصول به دست آورد یا چقدر ارزش میشه تولید کرد، اونو تو اصطلاح فرنگی بهش میگن crop per drop. خب دیگه الان میگن value per drop. ممکنه آدم یه چیزی تولید بکنه ولی مفت نیرزه، خب این هدر دادن آب خواهد بود. فکر میکردید که یک کیلو گندم چقدر آب میبره؟ خب این متوسطه 1300 لیتر. الان بیرون جلسه داشتم بعضی ها میگفتن الان این بطری های آبی که همه مصرف میکردن دلاریش از اینجا پاره میزنیم بیرون یه دلاره. بنابراین ما 1300 دلار، البته اون پول بطری و این حرف هم داره، 1300 دلار خرج میکنیم ارزش آب. یک کیلوگرم گندم به دست میاریم. الان قیمت گندم که رفت بالا شد 500 تا
یه تومانی. بنابراین تو این ارزش است. البته من شعارهای خودکفایی رو وارد این بحث نمی‌کنم، فقط الان از این نظر هر کاری ما می‌کنیم این عددش است. تمام این اعداد میشه قیمت بود. ولی گوجه‌فرنگی میشه درست کرد 180 لیتر هر کیلوگرم. حالا ما هر کی بگیم گوجه‌فرنگی بهتره با یه ششم اون آب کیلو 2000 تومان، یا گندم بهتره با این بعد برابر آب ولی با ارزش 500 تومان. این ولیوشه، اونم کیلوشه. سیب زمینی هم همینطوره. 250 لیتر. ما میتونیم 5 برابر آبی که صرف گندم بکنیم سیب زمینی تولید کنیم. حالا ایرانی‌ها خیلی سیب زمینی غیر از چیپس و فرنچ فرایز اینا نمیخورن، ولی آلمان‌ها 150 جور غذا از سیب زمینی درست میکنن. یه اسلایس نون 135 لیتر. اصلا به ذهن نمیاد که یه چیزی به این کوچیکی این مقدار آب صرف شده باشه. یه تخم مرغ که مرغ زحمتشو میکشه 135 لیتر. ولی تا از اول بیاد دون بهش بدیم و مرغ بشه و مرغش بزرگ بشه و حالا مرغش تخم گذار باشه تا جمعش میشه مثلا 135 لیتر. عرض کنم که قهوه و شیر و چایی و گفتم ممکنه ما یه چیز تهیه بکنیم که 18 تا بطری از این یه لیتر رو باید بگذاریم تا بدون یه دون از اون فنجون چایی ها 18 لیتر آب صرفش میشه برای تولید. خوشبختانه توجه بیشتری در داخل کشور به مسئله آب مجازی یا آب پنهان میشه. به عبارتی میزان آبی که از ابتدا تا انتهای تولید یک محصول استفاده میشه ممکن از نظرها پنهان مونده باشه، اما برای کشاورزان و از طرف دیگر برای حکمرانان آب مسئله خیلی مهمی است. وقتی که بدونیم برای تولید 1 کیلو گندم چیزی حدود 1300 کیلو آب مصرف میشه و وقتی بدونیم برای تولید 1 کیلو گوشت 15000 کیلوگرم آب مصرف میشه، متوجه میشیم که ارزش آب چقدر زیاد بوده و ما با نوع رژیم غذاییمون چه بلایی بر سر طبیعت داریم میاریم. که کشورهایی در حال توسعه مثل چین و هند که دارن رشد میکنن، اینها رژیم غذاییشون به تبع رشد اقتصادیشون تغییر میکنه. از غذاهای ارزونتر میرن به سمت گوشت و قهوه، شکلات، چیزهای از اینجا، همین شیرینیایی که میگین. و یعنی پولدار شدن کیفیت غذا رو هم تغییر میده. خب میدونیم این رو دیگه. و این خاص در واقع طبیعی هستش که اون کشور میتونه طبیعی دیگه پولدار شده که غذا بهتر. منابع پایین، منابع در واقع توازنی نداره نسبت به خاصه. اتفاقی که میفته اینه که این غذاهایی مثل گوشت و مثلا همین شیرینیات و شکلات، اینا مصرف آبشون خیلی زیاده. یعنی ما در چرخه در واقع طبیعت میدونیم وقتی از گیاه میریم به در واقع حیوانات 10 برابر میشه متوسط نهادی که شما لازم دارید تولید بکنید. بنابراین تغییر رژیم از رژیم سنتی گیاهخوارانه به گوشتخوارانه خودش یه فشاری روی منابع آب در دنیا. بس این یه مسئله یکی از جمعیت و تغییر الگوی مصرف داره اتفاق میفته. درسته که بسیاری از ما گوشتخواریم و از چلو کباب و کله پاچه خوشمون میاد، اما بایستی در نظر بگیریم که خوردن گوشت میتونه آسیب‌های بسیار بزرگی رو به زمین وارد کنه. میدونم سخته، ولی میشه آروم آروم میزان گوشت رو از غذای روزانه کاهش داد. حداقلش اینه که نقرس نمیگیریم. هر ایرانی میانگین 190 لیتر آب در شبانه روز استفاده میکنه. این میزان فقط آبی است که برای آشامیدن و شستشو مصرف میشود، در حالی که سر و کارمان با آب به مراتب بیشتر از این مصارف است. به عبارت دیگر برای به ثمر رسیدن هر محصولی که ما طی زندگی ما استفاده می کنیم آب زیادی استفاده شده، موسوم به آب مجازی. آب گم شده یا آب مجازی میزان آب مورد استفاده این گیاه از ابتدای رویش تا استفاده ثمره اون توسط مصرف کنند. آب مجازی فقط محدود به محصولات گیاهی نمی شود و همه کالاها و مصنوعات مورد استفاده ما را در بر می گیرد. مثلا برای تولید یک جفت کفش چرم 8000 لیتر آب استفاده می شود. یا یک قالب نیم کیلویی پنیری که مصرف می کنیم به 2500 لیتر آب نیاز دارد. در این کارخانه هم برای تولید هر دستگاه خودرو میانگین 400 هزار لیتر آب مصرف می شود. با این حساب به نظر شما ما در شبانه روز چقدر آب مصرف می کنیم؟ چیزی حدود 4200 لیتر هم ما به صورت مجازی داریم آب مصرف می کنیم. که با در نظر گرفتن سرانه آب مصرفیمون چیز بوده 4400 لیتر ما
در یک شبانه روز داریم مصرف میکنیم. 4400 لیتر مصرف برای هر نفر، آن هم در کشور نیمه خشکی مانند ایران، رقم بالایی است که کنترل آن تا به حال در هیچ برنامه ریزی دیده نشده. آب مجازی در سالهای گذشته تو کشور خیلی روش کار نشده و حتی بحثای کارشناسیش هم خیلی محدود بوده. ما در این مورد فعلا حسابداری خیلی مشخصی نداریم. تأمل برانگیزتر آنکه همین آب کم را هم صادر میکنه. آب فروشی مردمانی کم آب، آن هم بی توجه به دخل و خرج آن. بایستی حساس باشیم به پایداری منابع آبیمون، بنابراین از صادرات محصولاتی که آب بیشتری مصرف میکنن مثل هندوانه میتونه یکی از این موارد باشه. آیا این زیبنده استش که ما با توناژ بسیار بالا ما هندوانه رو به کشورهای دیگر صادر کنیم، در صورتی که خودمون در کشورمون از بابت در واقع سفره‌های آب زیرزمینی و سطحی در رنج باشیم؟ با این همه در برنامه ششم توسعه نخستین بار به آب مجازی توجه شده و برای آب مصرفی در تولید کالا و محصولات، شناخت میزان آب مجازی نهفته در کشور و تنظیم برنامه منسجم برای استفاده کمتر از آب مجازی سیاست گذاری شده. در برنامه ششم یکی از راهکارهای مقابله با کمبود آب یا خشکسالی رو بحث آب مجازی داریم تعقیب می‌کنیم. گیاهان پرمصرف مثل سیفی، مثل سبزی و گیاهان دیگه فرق نمی‌کنه، ما در برنامه واردات گذاشتیم. با این کار ما میتونیم قسمتی از آب مورد نیازمون رو به کشور وارد کنیم. این یک واقعیته که ما در اقلیم خشک و نیمه خشک زمین واقع شدیم و باید صرفه‌جویی در مصرف آب رو جدی بگیریم. این هم واقعیته که صرفه‌جویی به همین مصارف خانگی و یا جلوگیری از هدررفت آب در بخش‌های کشاورزی و صنعتی محدود نمیشه. حالا دیر، اما به ضرورت متوجه شدیم که باید در مصرف آب مجازی هم دقت کنیم. یعنی در تولید و حتی صادرات و واردات کالاها باید مثل خیلی از کشورها با برنامه حرکت کنیم. آخرین بخش مرور برنامه‌های آبانگان در یک سال گذشته رو امشب با هم دنبال می‌کنیم. آبای زیرزمینی محدود هستن. اینجوری نیست که هر چقدر که شما دوست داشته باشی آب از زیر زمین در بیاری و مصرف بکنی و بذاری بخار بشه. اینا سالهای سال و شاید ده ها هزار سال جمع شدن زیر زمین و حالا ما فرصت داریم که ازش استفاده بکنیم. به عنوان یه شخصی که از این آب استفاده میکنه، یه زراعتگر، باید مطمئن باشیم که این آب برای نسل‌های آینده هم باشه. مسئله این نیست که شما چقدر میتونی آب رو اخراج بکنی، مسئله مهمتر اینه که شما چقدر بتونین با کمتر مصرف کردن آب به همون نتیجه و به همون برداشت انار در شرایط ما برسین که اگر این آبو چه حالت قطره‌ای استفاده بکنین چه حالت آبیاری سنتی مثل ایران، مهم اینه که با کمترین مقدار آب بتونین همون بهره برداری رو انجام بدین. این یه سیستمیه که بیشتر جا کشورهای پیشرفته که آب کم دارن از این سیستم استفاده میکنن، بهش میگن آبیاری قطره‌ای و ما اینو یک ذره مودیفایش کردیم برای این قسمت این کار خودمون. و مودیفیکیشنی که ما میکنیم اینه که مثلا وقتی که ما آب قطره‌ای، ما بهش میگیم آب قطره‌ای ولی در واقع آب قطره‌ای نیست. ما کاری که میکنیم اینه که مثلا در روز 10 دقیقه روی تایمر آب ما به هر درخت 10 دقیقه آب میدیم. انقدر این آب با سرعت وارد و کنار این درخت جمع میشه که فقط یه جا داره و اینه که بره توی زمین. من فکر میکنم که آنچه در ایران داره اتفاق میفته نه فقط در گستره استان خوزستان بلکه برای کل کشور جای نگرانی بسیاری میذاره. همجور که شما گفتین یکی از دلایل این قیام سوریه رو بر مردم برمیگردن به اشاره میکنن به خشکسالی که در بین سالهای 2006 تا 2010 میلادی در اونجا مطرح شد. حالا اگر ما به صحبت هایی که متخصصین فن
دارن در ایران میکنن در رابطه با مسئله آب نگاه بکنیم، جای نگرانی بسیاری است. برای مثال آقای عیسی کلانتری که همونجور که میدونین ایشون دکترای کشاورزی دارن از دانشگاه ایالتی آیووا در امریکا و 13 سال هم وزیر کشاورزی بوده، ایشون حرفایی زده که مبنی بر این که شاید به خاطر کمبود آب ما مجبور شیم که 50 میلیون از مردم کشور از ایران مهاجرت بکنن چون با کمبود آب جدی روبرو خواهیم بود. ایشون تنها نیستن، آقای حمید چیچیان هم که وزیر انرژی کابینه آقای روحانی هستن و ایشون هم دکترای مهندسی صنایع دارن، سابقه سپاه هم دارن و غیره، ایشون هم حرفای آقای کلانتری رو تکرار کرده. ما داریم به این سمت پیش میریم، به سمت نابودی، به سمت نابودی محیط زیست یا تخریب اساسی، یعنی جبران ناپذیر. ما به این سمت داریم پیش میریم. من تصورم اینه بجز تغییر نظام جمهوری اسلامی هیچ نقطه پایانی برای این مسیر نیست. اینکه چه جوری میشه رژیم رو تغییر داد اون یه بحث دیگه است، ولیکن با این رژیم ما هیچ چشم اندازه روشنی نداریم و من تردیدی بر این مسئله ندارم و فکر میکنم هر دولتی که سر کار بیاد، هر روز که بگذره این وضعیت بدتر میشه. شما ملاحظه کنید الان ما زاینده رو داریم از دست میدیم، کارون هم داریم از دست میدیم. خب ببینید این دست مردم که خالیست. خالیست. این شما نمیتونید مردم رو تحریک به یک اوسیان همگانی بکنید یا به یه انقلاب توصیه بکنید. این کار که دیگه الان با وضعیتی که جهان امروز در پیش گرفته و با این یاری هایی که به همین حکومت داره میشه واقعا متصور نیست. همونطور که عرض کردم فقط به معجزه و از دل بست. من شخصا راه حلی جزی نمیبینم که دعا بکنیم که بخشی از همین حکومت که در این سوء استفاده شرکت نداشته و یا نداره و دلسوزتره به حال مردم و دلسوزی میکنه به خاطر بچه های خودش، آینده بچه های خودش و نوای خودشون، بیان جلوی سوء استفاده بخشی از دیگر حکومت رو که تا به حال دلسوزی نکردن منزه کافی یا اصلا دلسوزی که نکردن هیچی کمک کردن به وضعیت خوشسالی مملکت، از اون چی که بوده بدتر شده. خب اینا خودشون بایستی این کارو بکنن. من شخصا به عنوان یا شهروندی که در خارج از مملکت دارم زندگی میکنم از فرسنگ‌ها دور، جز این راهی نمیبینم که خود این کشور، خود مردم، خود مسئولین به فکر بیافتن. من فکر میکنم که هنرمندان در کل یک وظیفه بسیار مهمی رو دارند برای رساندن آگاهی هر نوع گرفتاریی که در دنیا وجود داره و در جامعه دنیا وجود داره. حالا امکان داره موضوعات متفاوتی باشه، ولی در ضمن مسئله مثل آب و کمبود آب و تمیزی آب مخصوص برای روستاها و برای شهرهای کوچکتر در دنیا، چه در ایران چه در خارج از کشور، من فکر میکنم که کارهای بسیار مثبت و مفیدی رو میشه انجام داد و صدای یک رنگ هنرمندان با هم میتونه تغییرات بسیار مهمی رو به وجود بیاره. در اسرائیل همیشه این عقیده وجود داشته که آب، که مسئله آب یکی از مسائلی هستش که باعث به افزایش تنش در منطقه خواهد شد و حتی جنگی، مسئله هستش که در اسرائیل سالهای سال هستش که در تمام راجب تمام منطقه از این معیار کمبود آب استفاده شده برای پیشبینی های تنش در منطقه. آیا کسی پیش بینی کرد در 2006 در اسرائیل که سوریه اتفاق خواهد افتاد؟ من نمیدونم، ولی در اسرائیل سالهای سال هستش که این مسئله آب، نگرانی آب وجود داره و به خاطر همون هستش که اسرائیل سعی کرد که بس وابستگی خودش رو به کشورهای منطقه در مورد آب از بین ببره و تا یه حدی هم میشه گفتش که ما از آب استفاده کردیم برای مسئله صلح، برای مثلا مسئله با اردن، کشور همسایه ما که با قرارداد صلح داریم، ما همکاری میکنیم در مورد تقسیم آب و تا الان خدا رو شکر خیلی هم موفق بوده و بایستی دید که در آینده در منطقه چه خواهد شد، به خصوص در ایران. ببینید الان ناامنی در ایران به خاطر آب به نفع هیچ کسی نیستش، به ضرر همه هستش. خب چون این مردم از مناطقی که بالاخره بی خانمان میشن. ببینید در اساطیر ایران اصلا ما به صورت متمادی و در اوستا این مسئله خشکسالی ما باهاش روبرو هستیم.
مرکم برمیگرده به مردمی که در یک فلاتی حال زندگی میکنن بعدن که با این مسئله روبرو بودن و در میگم اسطوره ما این نبرد با خشکسالی و اومدن باز اومدن آبها و نوبهار و نوآب خیلی مهم هستش. مسئله داریوش هم باز یه خود بیشتر ایدئولوژیک هست که تا موقعی که نظم باشه، قانون باشه در این فلات، نه ارتش دشمن به ما میرسه، نه خشکسالی هست، سال خوبی برای کشت خواهد بود. موقعی که نظم نباشه در کشور، هر جمعش هست، دشمن هست و خشکسالی هست. این دایکوتومیه که داریوش داره سعی میکنه استفاده کنه. ولی همونطور که گفتین، مسئله خشکسالی و کشت سال خوب خیلی مد نظر هست. به هر حال جامعه‌ای که اکثرتش کشاورز بودن، این مسئله براشون خیلی مهم هستش. متاسفانه در برنامه دوم، آخرای برنامه دوم و یا برنامه اوایل برنامه سوم توجه شد که سدسازی داره انجام میشه، ولی تأسیس شبکه‌های آبیاری عقب افتاده، انجام نمیشه، به سرعت پیشرفت نمیکنه و این مسئله بزرگی شد که سدها ساخته میشد، نیروگاه ها بعضی جاها تولید برق میکرد، ولی کشاورزی به اون صورت که باید پیشرفت نمیکرد، برای اینکه شبکه‌های آبیاری ممکنه درجه اول و دوم ساخته میشد، ولی موقعی که به سطح روستا میرسید و به سطح مزرعه ها میرسید هیچ تغییراتی داده نمیشد و به همون صورت سنتی آبیاری میشد، تلفات زیادی داشتش. خب این مسئله محیط زیست از جمله مفاهیمی است که یا مسائلی است که روشنفکران ایرانی خیلی بهش کم پرداختن، برعکس مثلا فرض کنید روشنفکران ژاپنی یا هندی، و اینم به این دلیل بوده که یک مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به مراتب برای روشنفکرهای ایرانی مهمتر بوده در 150 سال گذشته. دوم اینکه در رویارویی که با غرب داشتن، مسئله تن و مسئله‌ای که هیچ وقت مطرح نبوده مسئله محیط زیست بوده، یعنی مسئله تکنوکراسی، تکنولوژی، دموکراسی، انواع اقسام میتونیم بگیم که نگرش‌های مختلف مطرح بوده ولی نتایج زیست محیطیش مطرح نبوده. مثلا یکی از مواردی که من همیشه برام خیلی مهم بوده در این که میان روشنفکران اینه ایست که چرا ما مسئله توسعه رو مطرح میکنیم و مسئله اخلاق توسعه رو مطرح نمیکنیم. نابود شدن محیط زیست مسئله اخلاق توسعه رو برای ما پیش میاره و شما خیلی به ندرت روشنفکران ایرانی رو میبینید که بیان در مورد اخلاق توسعه صحبت کنن.